اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. آیا سخنان امروز ظریف که میگوید رژیم ایران برای بازگرداندن برجام حاضر است در هر سطحی به گفتگو بپردازد و همچنین پیام توییتری علی خامنه ای نشان آن است که کمر رژیم ایران دارد خم می شود و رهبر حکومت به زودی دستور نرمش قهرمانانه شماره 2 را صادر خواهد کرد؟ امروز شنبه 20 اردیبهشت ماه سال 1399 خورشیدی، 9 ماه مه 2020 میلادی و 15 ماه ایار از سال 5780 عبری است. شبت شلوم. فشرده چند خبر مهم روز را به آگاهی شما میرسانیم. وزیر خارجه ایالات متحده تا چند روز دیگر به اورشلیم میآید تا با نتانیاهو و گانتس درباره مسائل مهم خاورمیانه به گفتگو بپردازد. مسئله مهار کردن رژیم ایران و مفهوم خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از منطقه مهمترین موضوعهای مورد بحث خواهد بود. وزیر دفاع ایالات متحده با همتای مصری خود تلفنی گفتگو کرد و در رسانه‌ها آمده است که ارتش آمریکا ممکن است نیروهای مستقر در خط مرزی مصر با اسرائیل در شبه جزیره سینا را خارج کند. مقامات اسرائیلی از چنین احتمالی ناخشنود هستند که این موضوع نیز ممکن است در گفتگوها با پومپئو مطرح شود. در همین حال برایان هوک، سرپرست تحریم‌های آمریکایی علیه حکومت ایران، تأکید می‌کند که تعهدات امنیتی ایالات متحده به متحدان خود در خاورمیانه تغییری نکرده و ادامه خواهد داشت. جدال بین ایالات متحده و رژیم ایران بر سر تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ادامه دارد. ظریف در نامه به گوترش، خروج آمریکا از برجام غیرقانونی بود و به موقعیت سازمان ملل آسیب می‌رساند. حکومت ایران ادعا می‌کند که شمار قربانیان کرونا در کشور همچنان رو به پایین است و در شبانه روز اخیر 48 تن بوده است، ولی شمار مبتلایان رو به بالا می‌باشد و برای شبانه روز اخیر 1549 تن به شمار آنها افزوده شده است. در اسرائیل در شبانه روز اخیر فقط 8 مورد تازه ابتلا به کرونا شناسایی شده و همچنین کسی فوت نکرده است. در همین حال شمار شفایافتگان همچنان بالا می رود و از تعداد بیمارانی که به دستگاه تنفسی نیاز دارند کاهش می یابد. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران، اسرائیل، خاورمیانه و دیگر کشورهای جهان در این مجموعه 1 ساعته خبری به آگاهی شما می‌رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل خانم الینور بیتانو، آقایان بابک اسحاقی، مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قرقزلو می‌باشد. به مناسبت تقدس روز شنبه، یک ترانه اسرائیلی نیز پخش می شود و همانند شنبه های دیگر برنامه را با پخش تفسیر سیاسی هفته آغاز می کنیم. آقای منشأ امیر تفسیر امروز خود را با این عنوان نگاشته است: خامنه ای چه هنگام فرمان نرمش قهرمانانه دوباره را صادر خواهد کرد؟ با ما همراه باشید. به همگان خوش آمد میگوییم. پیش از پخش اخبار به تفسیر سیاسی هفته توجه فرمایید.
دو سال از بیرون رفتن ایالات متحده از برجام می‌گذرد و این اقدام دولت ترامپ مصیبت بزرگی برای رژیم ایران ایجاد کرد که هر روز دردناکتر می شود. اخیراً بلای دیگری نیز بر سر رژیم ایران وارد آمده که همانا ویروس کرونا و میزان بالای مرگ و میر و ابتلا به بیماری کووید 19 می باشد که زیان آن به اقتصاد ایران بیشتر از همه کشورهای دیگر بوده است. به این دو مصیبت و بلا فاجعه دزدی‌های کلان و سوء مدیریت سران و دست اندرکاران رژیم را اضافه باید کرد و می‌بینید که ابعاد نگونبختی تا چه حد گسترده است. دو سال پس از بازگرداندن تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه رژیم ایران، نه تنها دولت آمریکا به هدف اصلی خود که همانا کشاندن رژیم ایران به دور میز مذاکره بود نرسیده، بلکه نزاع و درگیری به اوج تازه‌ای رسیده و رژیم ایران به گردنکشی و تهدید و اخطار به آمریکا ادامه می‌دهد و ظاهراً قصد سازش و کنار آمدن ندارد. روح الله خمینی گفته بود که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند و در این حال ادعا کرده و گفته بود که همه بلاهایی که سر ما آمده و می‌آید از آمریکاست. و امروز ما می‌بینیم که آمریکا نه تنها هر غلطی را که اراده کند می‌تواند انجام دهد، بلکه قادر است در درازای زمان رژیم ایران را به آستانه ورشکستگی بکشاند که ممکن است زمین ساز یک نرمش قهرمانانه دوباره خامنه‌ای و حکومت ایران باشد. ایالات متحده با تحمیل کردن رایت تحریم‌ها بر کشورهای دیگر و به ویژه ممالک اروپایی نشان داد که همچنان پرقدرت و ابر نیروی جهان است. این واقعیت همچنین نشان می‌دهد که سران رژیم ایران تا چه حد در شناخت قدرت‌های جهانی بی تجربه و ناآگاه هستند و با اشتباهات محاسباتی خیش ایران را به مصیبت‌های بیشتری می‌کشانند. آیا آمریکا با گذشت دو سال در رسیدن به هدف خود در مورد بازگرداندن تحریم‌ها دچار اشتباه شده و هدف‌هایی را برای خود تعیین کرده بود که نمی‌تواند به آنها دسترسی یابد؟ هدف علنی ایالات متحده آن بود که با وارد آوردن آنچه که فشار حد اکثری نام گرفته رژیم ایران را به پای میز مذاکرات بکشاند تا بتواند توافقی را به آن رژیم بقبولاند که همه بازوهای اختاپوسی حکومت ایران در منطقه را قطع کند تا از فتنه‌گری دست بردارد و سرکوب مردم ایران را نیز متوقف سازد. ترامپ پیش از آن که به مقام ریاست جمهوری برسد از همان دوران پیکار انتخاباتی گفته بود که برجام بدترین نوع توافقی است که امضا شده و ایالات متحده و دنیا را به هدف اصلی که همانا پایان بخشیدن به فتنه‌گری‌های منطقه‌ای و جهانی رژیم کنونی ایران بوده است نخواهد رساند. ترامپ و پومپئو بارها تأکید کردند که قصد تغییر رژیم ایران را ندارند، بلکه می‌خواهند که
رفتارهای حکومت دگرگون شود. در مورد لزوم تغییر رفتارها نیز وزیر خارجه ایالات متحده لیست 12 ماده‌ای تهیه کرده که به موجب آن رژیم ایران نه تنها باید فعالیت‌های هسته‌ای را کنار گذارد، بلکه باید پروژه‌های موشکی را هم متوقف سازد و به یاری رسانی به سازمان‌های ترور پایان دهد و از ادامه دخالت در امور کشورهای منطقه دست بردارد. حکومت ایران بر این باور است که اگر به همه این خواسته های آمریکا گردن نهد و آنها را اجرا کند، عملاً تغییر ماهیت و تغییر هویت خواهد داد که چیزی کمتر از تغییر رژیم نمیتواند باشد، به ویژان که طبق قوانین جاری در ایالات متحده دولت حق ندارد برای برانداختن نظام سیاسی یک کشور خارجی اقدام کند. روح الله خمینی و جانشین او علی خامنه‌ای هدف نهایی رژیم را همانا تسلط بر رهبری جهان اسلام و جبران ظلم تاریخی و پایمال کردن حق حضرت علی می دانند. آنها برای جبران آنچه که ظلم به شیعیان و خاندان امام نخست می دانند، وسعت ایران زمین و ثروت ایران زمین و همچنین مردمان ایران زمین را وسیله‌ای برای رسیدن به این هدف دانستند و راهکارهای رسیدن به چنین هدفهایی را آنگونه تلقی می‌کنند که از طریق گروه‌های نیابتی و افراد سپاه قدس می‌توانند رؤیای تسلط سیاسی بر کشورهای همسایه را به ثمر برسانند و این خیال باطل عملی گردد. استالین نیز میخواست که بر دنیا مسلط شود و هیتلر هم همین آرزوی تخیلی را داشت و جمال عبدالناصر نیز میخواست رهبری کشورهای در حال رشد را به دست گیرد. همه آنها این آرزویشان را به گور بردند. رژیم ایران تا کنون ثابت کرده که در هر شرایطی به این کوشش خود همچنان ادامه خواهد داد. از نان شب ملت ایران بریده و میبرند تا پولی برای ادامه برنامه‌های توسعه طلبانه خیش تامین کنند. حتی در شرایط مصیبت بار کرونا میبینیم که تلاش سپاه پاسداران برای تولید جنگ‌افزارهای جدید ادامه دارد. ماهواره نمادین به فضا می‌فرستند، به این هدف که می‌کوشند قاره پیما باشد و آن را به درستی آزمایش کنند و غیره. ولی بی تردید همه این برنامه‌ها پیش از مصیبت کرونا آغاز گردیده بود که امروز به انتها می رسد و نتیجه آن اعلام می شود. ولی آیا در آینده قابل پیشبینی سپاه پاسداران می تواند برنامه های تازه تسلیحاتی را به اجرا بگذارد؟ بعید به نظر می رسد پولی برایشان باقی نمانده است. این پرسش در حالی مطرح می شود که جدال بین رژیم ایران و ایالات متحده بر سر تحریم تسلیحاتی بالا گرفته است. آمریکا می‌خواهد که این تحریم‌ها که قرار است 6 ماه دیگر به انتها برسد تجدید شود تا رژیم ایران نتواند به خرید جنگ‌افزار از کشورهای دیگر بپردازد. شاید گفته شود که این فشار و تلاش دولت آمریکا
بیهوده است، زیرا رژیم ایران در حال حاضر پولی ندارد که بخواهد با آن اسلحه بخرد و تحریم‌های بانکی و مالی نیز انجام چنین معاملاتی را بسیار دشوار می‌سازد. ولی اهمیت این تلاش آمریکا در آن است که انزوای رژیم ایران را یک گام دیگر افزایش می‌دهد و امکانات آن حکومت را در ادامه فتنه‌گری‌ها ضعیف‌تر می‌کند. آمریکاییان نشان دادند که در صحنه بین‌المللی برای رسیدن به هدف‌های خود شکیبایی بسیار دارند. دو سال از خروج آمریکا از برجام گذشته و رژیم ایران به لجاجت ادامه می‌دهد، ولی دولت واشنگتن بر این باور است که کمر حکومت ایران بالاخره در لحظه‌ای خواهد شکست و علی خامنه‌ای اگر تا آن روز زنده و در قدرت باشد فرمان یک نرمش قهرمانانه دوباره را صادر خواهد کرد. آنچه در پیام توییتری روز گذشته خامنه‌ای آمده است و اظهارات امروز محمد جواد ظریف این گمان را تقویت می کند. بنابر ارزیابی ها سیاست کنونی رژیم ایران آن است که تا پایان دوران ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ نوعی کجدار و مریض رفتار کند تا شاید اگر ترامپ دوباره گزیده نشود و دموکرات ها به سر کار آیند دوران طلایی باراک اوباما از سر گرفته شود. مشکل آن است که هر اندازه پیش می رویم توان اقتصادی رژیم بیشتر کاهش می یابد و درمانده تر و ضعیفتر می شود و ادامه فشارها تأثیر بیشتری می گذارد و علی خامنه ای را به زمانی نزدیک می کند که فرمان دوباره نرمش قهرمانانه را صادر کند. به خوبی احساس می شود که میزان فتنه‌گری های رژیم ایران در منطقه در هفته های اخیر کاهش یافته است. حزب الله لبنان زیر فشارهای شدید اقتصادی و سیاسی قرار گرفته و با اعتراض های مردمی در داخل لبنان دست به گریبان است. در یمن حوثی ها همچنان در جا می زنند و در عراق هم دولتی به روی کار آمده که به خوبی می داند تا چه حد رژیم ایران قصد تسلط بر آن کشور را دارد و رفتار گروه های هشت و شعبی و امثال آن تا چه اندازه حق حاکمیت دولت عراق را به خطر می اندازد. در سوریه نیز میزان دخالت های رژیم ایران به حد اقل رسیده و سپاه قدس در آن کشور دریافته که اسرائیل قاطعانه امکان استقرار همیشگی این مزدوران رژیم در آن سرزمین را نخواهد داد. در داخل ایران نیز مردم در آستانه انفجار سیاسی قرار گرفتند و ممکن است که لحظه‌ای برسد که دوباره به خیابان‌ها بیایند و حق خیش را طلب کنند و ادامه این وضع غیر ممکن شود. کشتارهای آبان ماه فراموش نشده و مسئله شلیک به هواپیمای اوکراینی هم هنوز همچنان مطرح است. چون این حکومتی در چنین وضعی تا چه حد میتواند ایستادگی کند و به نرمش قهرمانانه دوباره تن در ندهد؟ شاید پیام توییتری خامنه ای و نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل پاسخگوی این پرسش باشد.
تفسیر سیاسی هفته نوشته و با کلام آقای منشأ امیر را شنیدید. تفسیر امروز با این عنوان نگاشته شده بود: خامنه ای چه هنگام فرمان نرمش قهرمانانه دوباره را صادر خواهد کرد؟ اگر مایل به شنیدن دوباره این گفتار و یا خواندن متن آن هستید، می توانید به وبسایت رادیو پیام اسرائیل با این نشانی مراجعه کنید: radis.org. رادیس کوتاه شده دو واژه رادیو و اسرائیل است. به مناسبت روز شنبه مقدس یک آهنگ اسرائیلی پخش می‌کنیم و سپس مشروع خبرهای روز را با آگاهی شما میرسانیم. همکار ما خانم الینور بیتانو آهنگی را برگزیده که ابتدا توضیحاتی را درباره آن میشنویم. شبت شلوم. هنگامی که نیایش عبری با نوای ایرانی در هم آمیخته می شود، روح را سیراب می کند و دل را شاد می سازد. به ویژه هنگامی که اجرا کننده این سرود یک بانوی ایرانی زاده باشد که هنر خیش را در اسرائیل پرورش داده و تحصیلاتش در آکادمی موسیقی اسرائیل انجام شده است. افتخار داریم که با سرود امروز خانم مولین نهدار را به شنوندگان این برنامه معرفی می‌کنیم. او در اصفهان زاده شده و در نخستین سالهای زندگی همراه با خانواده‌اش به اسرائیل مهاجرت کرده‌اند و سالیان دراز در آکادمی موسیقی اورشلیم نه تنها فن موسیقی و نواختن آلات مختلف را فرا گرفته، بلکه هنر موسیقی را نیز پرورش داده و امروز به مرحله ای رسیده که یکی از بهترین خوانندگان اسرائیلی محسوب می شود. مولین نهدار با هنرمندی بسیار توانسته است موسیقی ایرانی را به صورت علمی و اکادمیک با موسیقی اسرائیلی تلفیق کند و آمیخته‌ای به وجود آورده که بی نظیر و بی همتاست. عمق نوای مورین می توانست او را از نظر اجرای موسیقی کلاسیک و آواز ایرانی در ردیف بهترین ها قرار دهد، ولی از آنجا که او استادانی چون شجریان در اسرائیل نداشت که بتوانند صدای او را پرورش دهند، به موسیقی فولکلوریک ایران روی آورد و در این زمینه در اسرائیل شهرت بسیار یافت. مورین نهدار اجرا کننده شمار زیادی از نیایش های یهودی است و برخی از آنها را با الهام از موسیقی ایرانی اجرا می کند. یک نمونه از نیایش ها را برای امروز برگزیده ایم: اگه دلخا الهی کل نشما، بزرگ می دارم تو را ای خداوندگار همه روح و روانها. مورین در این سرود مذهبی می خواند: تو را بزرگ می دارم ای خداوند روح و روان، سپاس می گویم بزرگی تو را با همه هیبت و هراس، در میان همگان با قد افراشته ایستادم، ولی در برابر تو سرخم می کنم و به تواضع می پروازم. پروردگار من فراتر از هر سخن و هر تمجید است. صدای مورین نهدار را در این نیایش با مایه موسیقی ایرانی می شنویم. اگه دل خائل و هیکنه شما و اد خبر و پخاد و ایما به امدی تخته هل خاطر لرمم لخا اخراب خفراش و کما
یک آهنگ اسرائیلی به مناسبت تقدس روز شنبه بود. اکنون شما را به شنیدن اخبار و گزارش‌های امروز دعوت می‌کنیم. با بهترین آرزوها در روز مقدس شنبه از اورشلیم خواستگاه پیامبران یکتاپرست همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می‌رسانیم. آگاهان سیاسی در اورشلیم گفتند که وزیر خارجه ایالات متحده مایک پومپئو در دیدار روزهای آینده خود از اورشلیم درباره یک رشته مسائل اساسی منطقه با بنیامین نتانیاهو، بنی گانتس به گفتگو و تبادل نظر خواهد نشست. به گفته آگاهان مهار کردن زیاده‌خواهی‌های حکومت ایران در منطقه و همچنین پیامدهای برخورد با ویروس کرونا و تأثیرات اقتصادی و سیاسی آن از جمله مسائل مهمی است که مورد بحث بین مایک پومپئو و آقای نتانیاهو قرار خواهد گرفت. سفر پومپئو به اورشلیم در حالی انجام می‌گیرد که بر پایه دولت آینده اسرائیل قطعی شده و رهبران حزب لیکود و حزب آبی و سفید برای همکاری با یکدیگر و تشکیل دولت مشترک به توافق رسیدند. قرار است دولت جدید اسرائیل روز چهارشنبه این هفته آیین تحلیف را به جای آورد و کار خود را رسما آغاز کند. وزارت خارجه ایالات متحده شب گذشته آدینه اعلام کرد که مایک پومپئو قصد دارد به فعالیت عادی بازگردد و سفرهای سیاسی خود را از سر گیرد و در چارچوب آن طی این هفته به اورشلیم می آید و با رهبران اسرائیل به طور جداگانه به رایزنی می پردازد. آگاهان میگویند که ادامه اجرای سیاست‌های آمریکایی علیه حکومت اسلامی ایران و به ویژه کارزاری که همکنون برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه رژیم مطرح است، یکی از مهمترین موضوع‌های مورد بحث خواهد بود. حکومت ایران به یک کارزار تبلیغاتی گسترده علیه این تصمیم ایالات متحده دست زده، ولی مقامات آمریکایی میگویند که با شکیبایی بسیار و در 5 ماهی که تا پایان مهلت کنونی تحریم‌ها باقی مانده به تلاش بین‌المللی ادامه خواهند داد تا موجبات تمدید این تحریم‌ها را فراهم سازند. همچنین گفته می‌شود که قصد خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از خاورمیانه نیز از جمله مطالب مهم مورد بحث خواهد بود. مسئله آینده دره اردن نیز ممکن است در این گفتگوها مطرح گردد. اسرائیل قصد دارد این نوار باریک را که در ساحل غربی رود اردن قرار دارد به علت اهمیت امنیتی آن رسما به خاک خود ملحق کند. حکومت خودگردان فلسطینی با این قصد قاطعانه مخالفت ورزیده و سازمان‌های ترور نیز تهدید کرده‌اند که با گسترش عملیات خرابکاری خواهند کوشید اجرای این برنامه را خنثا نمایند. دبیر کل سازمان ملل نیز با این اقدام مخالفت ورزیده و نزدیکان وزیر خارجه ایالات متحده نیز گفتند که به اسرائیل توصیه خواهند کرد شکیبایی در پیش گیرد.
کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در تماسی تلفنی بار دیگر بر همکاری دفاعی مستحکم بین دو کشور تاکید کردند. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه کوتاهی گفته است که رهبران دو کشور در خصوص اهمیت ثبات در بازارهای جهانی و انرژی توافق نظر داشتند و بار دیگر بر مشارکت دفاعی قوی بین ایالات متحده و عربستان تاکید کردند. این بیانیه اضافه کرده است رئیس جمهوری و ملک سلمان همچنین در خصوص مسائل دیگر حساس منطقه و دو جانبه و همکاری های خود به عنوان رهبران گروه جی 7 و جی 20 رایزنی کردند. رایترز می‌افزاید در بیانیه کاخ سفید اشاره به کاهش نیروهای آمریکا در عربستان نشده است. در همین زمینه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا گزارش رسانه‌ها در خصوص خروج سامانه‌های دفاعی پاتریوت از عربستان را تایید کرد، ولی گفت این اقدام به مثابه کاهش حمایت از عربستان یا به مسئله نفت مربوط نیست، بلکه فقط یک جابجایی نیروهاست. وی تأکید کرد خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از عربستان به معنی از بین رفتن تهدید ایران نیست. یک مقام آمریکایی روز گذشته گفته بود ایالات متحده دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تعدادی از جنگنده‌های خود را از عربستان سعودی خارج می‌کنند. در همین حال برخی گمانه‌زنی در خصوص احتمال کاهش تهدید ایران در منطقه مطرح شده است. این احتمال هم هست که به خاطر بروز کرونا و درگیری جمهوری اسلامی با این بیماری و وضع بد اقتصادی رژیم حاکم بر ایران، آمریکا ضمن آنکه اقدامات ایران در منطقه را مد نظر دارد، اقدام به کاهش بخشی از نیروهایش در عربستان سعودی کرده است. مقامات آمریکایی میگویند که تصمیم دولت واشنگتن برای کاهش حضور نظامی خود در خاورمیانه نقش عقب نشینی از تعهدات امنیتی آن کشور در این منطقه نیست، بلکه علت اصلی آن است که به دنبال شیوع کرونا و مشکلات دیگری که رژیم ایران با آن روبرو میباشد، خطرات امنیتی کاهش یافته و آن کشور میتواند شماری از سربازان خود را به خانه بازگرداند. مقامات آمریکایی گفتند که سال گذشته هنگامی که رژیم ایران به انجام یک رشته عملیات تجاوزگرانه در منطقه پرداخت، نیازهای امنیتی ایجاب می‌کرد که بر شمار سربازان خود در خاورمیانه و حوزه خلیج فارس بیفزاید. ولی بحران کرونا به توان تعرضی رژیم ایران آسیب جدی وارد آورده و ایالات متحده می‌تواند بخشی از نیروهای اعزامی را به آمریکا بازگرداند. همچنین گفته شده که تصمیم به خارج کردن سامانه ضد موشکی پاتریوت از عربستان نیز به علت آن است که رژیم ایران اکنون توان آن را ندارد که به یک حمله موشکی علیه عربستان و یا امیرنشین ها دست بزند. دولت پرزیدنت ترامپ گفته بود که همه هزینه های نظامی مربوط به حضور سربازان و تجهیزات آمریکایی در عربستان توسط خود دولت ریاض پرداخت می شود. در گزارش ها آمده است که دو اسکاتراند از نیروی هوایی ایالات متحده نیز در روزهای آینده امیرنشین های عرب در ساحل جنوبی خلیج فارس را ترک خواهند گفت. محافل آگاه در واشنگتن می گویند که ممکن است به زودی شماری از رزمناوهای آمریکایی از منطقه خارج شوند. این شناورهای جنگی در ماه‌های گذشته و هنگامی که به حوزه خلیج فارس نزدیک شدند، رژیم ایران تهدید کرده بود که ممکن است منطقه را به آتش بکشد. حکومت ایران تهدید کرده که اخراج نیروهای آمریکایی از عراق را به عنوان یک هدف استراتژیک برگزیده و مبارزه بی‌امانی را برای رسیدن به این هدف در پیش خواهد گرفت. ولی بعید است که نخست وزیر تازه برگزیده عراق مایل به خروج سربازان آمریکایی باشد. در گزارش‌ها آمده است که بیماری کرونا در عین حال که دولت‌های منطقه را تضعیف کرده، بر گستاخی داعش افزوده و احتمال می رود که به عملیات تعرضی تازه‌ای در عراق دست بزند. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران گفته است به رغم کاهش حضور نظامی ایالات متحده در عربستان، تغییری در تعهد واشنگتن
نسبت به متحدانش در منطقه خلیج فارس ایجاد نشده است. برایان هوک در مصاحبه با شبکه CNBC گفته است هیچ تغییری در مأموریت ما به وجود نیامده است. ما در کنار شرکا و متحدانمان در منطقه ایستادیم. ما هرچه در توان داریم به کار خواهیم بست تا از منافع آمریکا محافظت کنیم. این اظهارات در حالی مطرح شده است که یک مقام آمریکایی روز گذشته گفته بود ایالات متحده دو سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تعدادی از جنگنده‌های خود را از عربستان سعودی خارج می‌کند. در همین حال برخی گمانه‌زنی در خصوص احتمال کاهش تهدید ایران در منطقه نیز مطرح شده است. CNBC می‌گوید برایان هوک گزارش‌ها در خصوص تغییر در ارزیابی آمریکا نسبت به تهدید ایران را رد کرد. نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران تأکید کرد خیر، این بدان معنا نیست که ایران دیگر تهدید به شمار نمی رود. و اضافه کرد شمار نیروهای ما با توجه به وضعیت و شرایط وضعیت زیاد یا کم می شود، اما مأموریت ما همان است. هیچ تغییری در مأموریت ما ایجاد نشده است و ما در کنار متحدان و شرکای خود در منطقه ایستاده‌ایم. تصمیم احتمالی دولت آمریکا در مورد فراخواندن نیروهای مستقر در شبه جزیره سینا موجب نگرانی محافل سیاسی و امنیتی اسرائیل شده است. این نیرو برای پاسداری از اجرای پیمان صلح اسرائیل و مصر در سینا مستقر شده. اسرائیل و مصر کوتاه مدتی پیش از به روی کار آمدن خمینی در ایران که به توافق صلح رسیدند و پیمان آن طی مراسم رسمی و با حضور پرزیدنت جیمی کارتر توسط نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهوری مصر امضا شد. به موجب این پیمان ارتش مصر حق حضور در شبه جزیره سینا را ندارد تا نتواند به حمله نظامی علیه اسرائیل دست بزند. این تعهد مصر در طول 41 سال اخیر به خوبی انجام شده و هرگاه برای سرکوب گروه‌های تروریستی مستقر در سینا دولت مصر لازم دیده نیروهای نظامی به آن ناحیه بفرستد با موافقت اسرائیل انجام گرفته است. اکنون گفته می‌شود که مارک اسپر وزیر دفاع جدید ایالات متحده قصد دارد نیروهای ناظر را در خط مرزی بین مصر و اسرائیل مستقر هستند بیرون ببرد. در گزارش ها آمده است که تصمیم به بیرون بردن نیروها به شبه جزیره سینا محدود نمی شود، بلکه عربستان سعودی و عراق و افغانستان و نقاط دیگر را نیز شامل می گردد. ولی در اسرائیل این نگرانی وجود دارد که بیرون بردن نیروهای ممکن است از میزان علاقمندی و دخالت دولت آمریکا در امور خاورمیانه بکاهد. در چنین وضعی حکومت ایران و گروه‌های افراطی اسلامی دیگر ممکن است به تلاش بیشتری برای تسلط بر منطقه دست بزنند و امنیت مرزی اسرائیل را به خطر اندازند. این خبر در روزنامه وال استریت جورنال انتشار یافت و گرچه هنوز مقامات رسمی ایالات متحده هنوز واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند، ولی آگاهان سیاسی در اورشلیم میگویند که این یکی از موضوعهای اصلی در مذاکرات مایک پومپئو با نخست وزیر اسرائیل خواهد بود. قرار است وزیر خارجه آمریکا در اواسط هفته های جاری دیدار کوتاهی از اورشلیم داشته باشد. اسرائیل نگران است که خروج سربازان آمریکایی از سینا موجب جسارت بیشتر گروه‌های اسلامگرای متعصب و داعشی در آن سرزمین گردد. ارتش مصر اکنون بیش از 3 سال است که با این گروه‌ها نبرد می‌کند، ولی هنوز نتوانسته است آنها را کاملاً ریشه‌کن سازد. در پی آسیب جدی که به اقتصاد ایالات متحده در رابطه با کرونا وارد آمده، اکنون دولت آن کشور قصد محدود ساختن حضور خود در خاورمیانه را دارد. و این طرح را مارک اسپر آماده ساخته و برای مطالعه و تصمیم گیری به کاخ سفید ارائه کرده است. شمار نیروهای چند ملیتی که در شبه جزیره سینا مستقر هستند تا بر اجرای پیمان صلح اسرائیل و مصر نظارت داشته باشند 100,156 نفر می باشد که 400 تر از آنان آمریکایی هستند.
بقیه نیروها به 12 کشور دیگر تعلق دارند و اگر آمریکا نیروهایش را بیرون برد ممکن است کشورهای دیگر نیز این مأموریت را ترک گویند. وزارت بهداشت حکومت ایران امروز اعلام کرد تا 24 ساعت گذشته 48 تن به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و 1529 تن مورد ابتلای جدید به بیماری کرونا شناسایی شده است. کیانوش جانپور سخنگوی وزارت بهداشت حکومت ایران امروز شنبه گفت آمار رسمی مبتلایان به کرونا به 106220 تن و تعداد کل جانباختگان نیز به 6589 تن رسیده است. طبق آمار حکومتی 85064 تن نیز پس از ابتلا به کووید 19 بهبود یافتند و 2696 تن در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند. یک روز قبل آمار مبتلایان به کرونا در ایران 104691 تن و تعداد کل جانباختگان نیز 6541 تن اعلام شده بود. در رابطه با درستی آمارهای رسمی دولتی هم منابع داخلی و هم منابع خارجی ابراز شک و تردید می کنند و معتقدند که آمارهای واقعی چند برابر آمارهای حکومتی و رسمی است. وزارت بهداشت حکومت ایران علت تفاوت آمارها را به دلیل محدودیت آزمایش ارزیابی می کند. در همین حال امروز محمدرضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی حکومت ایران در مصاحبه با روزنامه شهر چاپ تهران از جانباختن 110 عضو کادر پزشکی ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. عدم تأمین لباس‌های ویژه و مخصوص پزشکان و پرستاران از جمله علل ابتلا کادر درمانی به ویروس کرونا است. به گفته او طبق آخرین آماری که در سازمان نظام پزشکی گردآوری شده و شامل کل کادر پزشکی اهم از پزشک، پرستار و حتی کادر خدمه بیمارستانی می شود، مجموعه مبتلایان حدود 420 تن تا روز چهارشنبه سه روز پیش بوده است و نزدیک به 110 تن هم جان خود را از دست دادند. ظفرقندی می گوید پس از رفع محدودیت ها در پایان فروردین ماه در شهر تهران اکنون شاهدیم و نتایج آن را داریم می بینیم که تعداد مبتلایان مرتب رو به افزایش است و طی روزهای گذشته تعداد مبتلایان به ویروس کرونا 4 برابر ایام گذشته شده است.
سرم شمع شب بی سهرم از خواب نبود خبرم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان سامانه خبری العربیه وابسته به عربستان سعودی در بخش فارسی خود به نقل قول از برخی مطالبی که از قول علی خامنه‌ای انتشار یافته ارزیابی کرد که ممکن است علی خامنه‌ای خود را دوباره برای نشان دادن آنچه که نرمش قهرمانانه نامیده شده بود آماده می‌سازد و ممکن است به نوعی بخواهد با ایالات متحده وارد گفتگو شود. العربیه در این ارزیابی خود نوشت رهبر حکومت ایران اخیراً به مناسبت زادروز تولد امام حسن ابن علی در توییتر فارسی خود عباراتی را در مورد صلح فرزند امام علی با معاویه ابن سوفیان منتشر کرد که این گمان مطرح شده که منظور خامنه‌ای احتمالاً عقب نشینی در برابر فشارهای آمریکا و تکرار نرمش قهرمانانه است. علی خامنه‌ای در این توییت نوشته است من معتقدم امام حسن مجتبی شجاع‌ترین چهره تاریخ اسلام است. ایشان حاضر شد خود را و نام خود را در میان دوستان نزدیکش فدای مصلحت واقعی کند و تن به صلح دهد. برای اینکه دیدبانی اسلام و حفاظت از قرآن و هدایت نسل‌های آینده تاریخ را در موقع خود انجام دهد. علی خامنه‌ای 7 سال پیش نیز در نخستین تماس محرمانه بین ایران و ایالات متحده در نیویورک طی دیدار خود با فرماندهان و مسئولان برجسته سپاه پاسداران از اصطلاح نرمش قهرمانانه استفاده کرد که در آن هنگام واکنش‌های بسیاری در داخل و خارج ایران نسبت به آن صورت گرفت. بسیاری از کارشناسان گمانه‌زنی‌های متفاوتی را از این اصطلاح ارائه دادند. وی در این دیدار گفته بود که من معتقدم به همان چیزی هستم که سالها پیش اسم‌گذاری شد نرمش قهرمانانه. نرمش در یک جاهایی بسیار لازم است، بسیار خوب است و عیبی ندارد. سامانه العربیه با استناد به مطالبی که شب گذشته آدینه در حساب توییتری خامنه ای انتشار یافت افسوده نوشت خامنه ای گفته است که عالم دیپلماسی عالم لبخند زدن است و ما مخالف با حرکت های صحیح و منطقی دیپلماسی نیستیم، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست های داخلی. رئیس جمهوری این کشور حسن روحانی نیز در 24 سپتامبر 2013 در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد که ایران به دنبال تعامل سازنده با دیگر کشورهاست و در این چارچوب در پی افزایش تنش با ایالات متحده نیست. اما در آن دوران رویداد دیگری نیز پشت پرده به وقوع پیوست و آن ملاقات از پیش تعیین شده محمد جواد ظریف و همتای آمریکاییش جان کری بود، یعنی نخستین ملاقات محرمانه ظریف و کری که در 7 سال پیش صورت گرفت. پس از این تاریخ خامنه‌ای دیگر از نرمش قهرمانان سخنی نگفت. او در سالهای بعد به شدت بر فعالیت نیروهای قدس سپاه پاسداران در منطقه افزود و به گفته برخی از فرماندهان اجازه حضور مستشاری در سوریه را به فرمان حضور و دخالت مستقیم نیروهای سپاه پاسداران در سوریه تبدیل کرد. نیروهای تحت امر خامنه‌ای در دیماه سال 96 اعتراضات سراسری در ده‌ها شهر را به شدت سرکوب کرده، ده‌ها نفر را کشتند و هزاران نفر را بازداشت کردند. رسانه‌های همگانی حکومت اسلامی نیز امروز شنبه پیام خامنه‌ای را انتشار دادند، ولی اظهار نظری درباره آن از جانب مقامات رسمی انتشار نیافته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی خطاب به دبیرکل سازمان ملل یک بار دیگر بیرون رفتن ایالات متحده از توافق اتمی موسوم به برجام را غیرقانونی خواند و آن را موجب بی‌اعتباری سازمان ملل دانست. ظریف در این پیام از جمله نوشت
باید به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام، تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و نقص‌های فاحش مکرر و مستمر منشور ملل متحد به ویژه ماده 25 که اعتبار و تمامیت سازمان ملل متحد و صلح و امنیت بین المللی را مورد تهدید قرار داده توجه داشت و نباید در این زمینه قصور کرد. فرماندار یکی از شهرهای ولایت هرات در افغانستان میگوید از بین افغانهایی که با ارعاب مرزبانهای ایرانی در هریروغ غرق شدند تا کنون 18 جسد کشف شده و آثار لتوکوب و شکنجه بر این اجساد دیده می شود. همزمان یک نماینده پارلمان افغانستان تعداد غرق شدگان را 45 تن ذکر کرد. عبدالغنی نوری فرماندار شهرستان گلران در افغانستان که با ایران هم مرز است به خبرگزاری فرانسه گفت از بین 55 افغان که وادار شدند به هریرود بپرند تا کنون اجساد 18 تن از آب گرفته شده و سرنوشت 6 نفر هم نامعلوم است. این مقام افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت بر بدن این اجساد آثار ضرب و جرح و شکنجه دیده می شود و بر اساس گفته های بازماندگان و آثاری که بر روی اجساد هست مرزبانان ایرانی ابتدا آنها را با کابل و سیم برق زدند و سپس با تیراندازی آنها را واداشتند که به داخل رودخانه بپرند. ساعتی پیش از انتشار سخنان فرماندار گلران یک نماینده پارلمان افغانستان تعداد افغانهایی را که به داخل ایران رفته بودند 57 تن ذکر کرده و گفته بود 45 تن از آنان غرق شدند. حبیب‌الله پدرام نماینده ولایت هرات در پارلمان افغانستان به رویترز گفته بود از گروه 57 نفری که وادار شدند به هریرود بپرند فقط 12 تن جان سالم به در بردند. به گفته او مرزبانان ایرانی پس از دستگیری این 57 مرد افغان آنها را 24 ساعت بازداشت می‌کنند و سپس به کنار هریرود آورده و با ارعاب وادارشان می‌کنند به رودخانه بپرند. وی همچنین گفته بود جسد 5 نفر از غرق شدگان در ترکمنستان از آب بیرون کشیده شد. وزیر خارجه حکومت ایران طی نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد گفت رژیم ایران، وزارت بهداشت حکومت ایران دیروز جمعه گفت که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 104,691 تن رسیده است. تا کنون 6,541 تن به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. سخنگوی وزارت بهداشت از 55 بیمار مبتلا به ویروس کرونا که جان باختند خبر داده است. در همین حال علی احسانپور سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در رابطه با آخرین ارزیابی وضعیت کرونا در استان خوزستان گفت به نظر می رسد در هفته آینده باز هم تعداد مبتلایان در استان خوزستان کمی بیشتر شود و به اوج خود برسد. به افزود با طغیان بیماری روبرو هستیم و فشار خیلی زیادی در حال وارد آمدن به کادر درمان و سیستم بهداشتی و درمانی است و درخواست می کنیم که همه ارگان ها به کمک ما بیایند و ما را همراهی کنند. زیرا این وضعیت می تواند خیلی بحرانی تر و از توان سیستم درمانی خارج شود. مجید تخت روانچی نماینده دائمی ایران در نیویورک نیز با انتشار بیانیه ای از نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از سوی آمریکا انتقاد کرده و گفت بیانیه امروز من در شورای امنیت سازمان ملل درباره درس‌هایی که از جنگ جهانی دوم فرا گرفته شد یکی از مثال‌های زنده تمسخر سیستماتیک قوانین بین‌المللی
تخطی آمریکا از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل و تهدید بیشرمانه آن علیه دیگران است که یا آنها هم از این قطعنامه تخطی کنند یا با تنبیه مواجه شوند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز برجام را یکی از چندین دستاورد چند جانبه گرایی خواند که آمریکا از آن خارج شده و تصریح کرد این رژیم باید به یک جانبه گرایی مطلق پایان دهد. موسوی افسود برجام نه اولین و نه آخرین دستاورد چند جانبه گرایی است که از ترامپ از آن خارج شده. ایالات متحده سعی کرده منافع کوتاه مدت خود را به بهای رفاه بلند مدت ملت ها تأمین کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز 4 روز پیش در اظهاراتی درباره تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران تأکید کرد. اگر تحریم تسلیحاتی ایران برگردد، ما هم همان پاسخی را که در پاراگراف آخر به سران 4 به علاوه 1 نوشتیم اجرا خواهیم کرد که عواقب بدی را برای آنها دارد. ایران به هیچ عنوان تخطی از قطعنامه 2231 را نمیپذیرد. ما چه سلاح بخریم و چه سلاح بفروشیم در راستای صلح است و بنزین روی آتش نیست. آخوند علم الهدا که نمازهای جمعه و تعطیل شده است ولی هر هفته خطبه خدا مکتوب در یک یادداشت بازداشت می‌دهد، گفته است شیوع ویروس جدید کرونا برای ایران یک نعمت و برکت بزرگ محسوب می‌شود. هرچند مشکلاتی هم به بار می‌آورد، اما برای ما نعمت است. وی درباره این نعمت توضیح چندانی نداد، ولی گفت این ویروس منحوس و بیماری برای ما بلا بود، اما عوارض است که می‌بینیم واقعا نعمت فوق‌العاده بود. طبق آمار رسمی تاکنون در ایران بیش از 6500 تن مبتلایان کرونا جان خود را از دست دادند و بیش از 100,000 تن مبتلای قطعی دچار این بیماری شدند. محاذا این همه قربانی و این همه خسارات سنگین جانی و اقتصادی از دیدگاه آخوند علم‌الهدا نعمت و برکت الهی است. آخوند علم‌الهدا که متن مکتوب خدا به عنوان خطبه نماز جمعه منتشر می کند و نمی تواند به دلیل بروز کرونا سخنرانی کند، چون نماز جمعه در توضیحات خود در مورد نعمت بودن برای کشنده کرونا گفته است این ویروس استعدادها را شکوفا کرد و مردم را به حرکت درآورد و بچشیهای ما موفق شدند در شرکتهای دانشبنیان کیتهای آزمایش تست کرونا بسازند و به کشورهای دیگر صادر کنند. متن مجموعه کاملتری از اخباری را که شنیدید می توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه و چاپ کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایران است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا کامپیوتر بشنوید. توصیه می کنیم که اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار 1 دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.